یه چیزی که تقریبا هیچ جا بهش اشاره نمیشه سودی است که بانک مرکزی از قبل مجوز دادن به مؤسسه های اعتباری و مالی میبره. هر مؤسسه کلی پول باید بذاره تو بانک مرکزی واسه اینکه مجوز بگیره. میدونین دیگه، بارها صحبت کردیم. بعد میگن برشکست شد و منحل شد و اینا. بعد هر بار که تابلوی مؤسسه رو عوض میکنن و به یه اسم دیگه همون مؤسسه کار میکنه، مثلا بازم باید مجوز جدید بگیره به اسم جدید و تابلوی جدید که اونم خودش سپرده جدید باید بذاره تو بانک مرکزی و میذاره. این سپرده ها در مجموع حالا حدوداً چقدره که جمع شده تو بانک مرکزی؟ بانک مرکزی تحت عنوان سپرده قانونی برای مؤسسات مالی اعتباری 13.5% مبلغ سپرده گذاری رو متمرکز میشه تو بانک مرکزی و جذب میکنه، که این اتفاق در خصوص مؤسسات مالی اعتباری مورد نظر صورت گرفته. در سال 91 مبلغ 210 میلیارد تومان سپرده قانونی گرفته شده، در سال 92 مبلغ 277 میلیارد تومان سپرده قانونی گرفته شده. به موجب نامه های شماره 90-83-255 مورخ 13-4-90 و نامه 90-86-772 مورخ 15-4-90 بانک مرکزی تعاونی های امید به مؤسسه مانیتوری در شعبه تحصیل فرشتگان واگذار شده و موجب صورت جلسه 11-3-90 نمایندگان بانک مرکزی در خراسان رضوی و نمایندگان تعاونی های اعتباری فرشتگان توس، فرزانگان، رویال، اسفراین، اشتیاق یاران سبزوار، صندوق قرضه مبین و اینها اضافه شدن به عرصبت خدمتون که مجموعه فرشتگان عرصبت ادغام شدن تعاملی فرشتگان رو تشکیل دادن و عملیات های ناشی از این ادغام منجر به یک مانده بدهی به مبلغ 727 میلیارد تومان شده که در سال 92 در گزارش مالی سال 92 به حساب هزینه ها انتقال پیدا کرده. این یعنی که تمام اون پول هایی که در اون مؤسساتی که اومدن در فرشتگان ادغام شدن از ریز و درشت مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته، یعنی عملیات مالی این تعاونی ها هم مورد تایید قرار گرفته که اومده اونجا نشسته و در حساب از اینا به حساب از اینا انتقال پیدا کرده. ببینید این مبلغی که آقای پالیزدار اشاره کردن در پیوند با فرشتگان بود، یکی دیگه از الان فیلم تجمع سپردگزارای آرمان رو دیدیم، آرمان ایرانیان، یکی دیگه مؤسسات عمده است که اونم از ادغام چند مؤسسه مالی و اعتباری به وجود اومد، حالا عمر کوتاهی داشت شاید به عمد. اون آرمان چقدر به بانک مرکزی داده و بعد اعلام کرده که ورشکست شده؟ مؤسسه مالی اعتباری فردوسی در شعبه تأسیس که متشکل از تعاونی خودش، متشکل از تعاونی بدر توس و پیوند و از زهرا و امید جلدین و عام کشاورزان و دامداران کشاورزان و وحدت و غیره داره، که در سال 4/12/92 به دستور خود آقای سیف طی شماره 92-35-47-75 موافقت اصولی بانک مرکزی بر تأسیس مؤسسه مالی اعتباری آرمان ایرانیان شکل میگیره. از ادغام این مؤسسات در شعبه تأسیس فردوسی و فرشتگان که مجموعه اینا که عرض کردم تبدیل میشه به فردوسی و فرشتگان و اینها هم ادغام میشن در 15/6/92 برای اخذ سپردگیری به سبب سرمایه اولیه که برای تودیع در بانک مرکزی چیز داره مجددا ازشون 300 میلیارد تومان پول دریافت میکنن. ببینین هم اون اسمایی که گفته شد و باز گفته میشه یادتون بمونه، خواهش میکنم، اینا امیدوارم یه روز جواب شما رو بدن، هم این رقمایی که داره صحبت میشه، همین رقمایی که الان صحبت شد و فقط در نظر بگیرین 300 میلیارد تومان اینجا اشاره کردن آقای پالیزدار، سال 90 اشاره کردن 210 میلیارد تومان و سال 91 277 میلیارد تومان. همین سه رقم رو هم دیگه میشه 787 میلیارد تومان بانک مرکزی فقط بابت صدور مجوز برای این چند تا مؤسسه پول گرفته، نزدیک 800 میلیارد تومان. این پولا رو از مؤسسات مختلف گرفته، مثلا 2000 مؤسسه گرفته؟ نه خیر، اونا رو باید جداگانه حساب کرد. این پولیه که از همون مؤسسه هایی که اسم و تابلو عوض کردن دوباره و سه باره گرفته، 800 میلیارد تومان. اصلا دلیل واقعی ادغام کردن این مؤسسه ها، سوالم اینه،
دلیل واقعی ادغام کردن این مؤسسه ها تو هم دیگه همین منافع بانک مرکزی نبوده؟ در زمانی که ادغام صورت میگیره مؤسسه آرمان ایرانیان مبلغ 9570 میلیارد تومان مانده سپرده داره در تعاونی های فرشتگان، که تعاونی فرشتگان به تنهایی خودش چارج داره 500 میلیارد تومان رو خودش تخصیص میده و مابقیش تا 9570 میلیارد تومان باره مابقی است که اینا همه این عملیات اتفاق افتاده و مورد تایید بانک مرکزی و شورای پول اعتبار قرار گرفته. حرف اینجایی که چطور میشه حالا الان بعد از این دوره زمانی میان این مغایرت ها رو مطرح میکنن و مشکلات درست میکنن. تو اساسنامه‌ای که به اصطلاح باز اشاره شده 213 شعبه فرشتگان و 293 شعبه برای مابقی تعاونی است که مورد تایید باز شورای پول اعتبار قرار گرفته و بانک مرکزی قرار گرفته.